شما دوستان عزیز خب شور بختانه امشب ما با مشکلات زیادی دست به گریبان بودیم و برنامه رو به صورت زنده از کانال دوم یوتیوب رو دست اجرا میکنیم اگه عزیزان آرشیو برنامه رو دارن میبینن و در فیسبوک ما نتونستیم پست رو بزنیم بدانن که فیسبوک مشکل داشته و نتونستیم در فیسبوک حتی لینک رو بذاریم امشب فیسبوک و اینستاگرام مشکل داره حتما یوتیوب دوم منو دوستان فالو داشته باشن که در اینجور مواقع من برنامه زنده رو از طریق یوتیوب دوم اجرا میکنم مبحثی که هست در بخش اول برنامه امشب من یک ویدیویی رو دیدم که برخی از دوستان حزب الله دارن تبلیغ حجاب میکنن و به یک شکل خیلی عجیبی هم دارن این تبلیغ رو میکنن این ویدیو رو دیدم و راستش یه کوچولو هم هرس خوردم که چرا اینا میخوان یه همچین کاری بکنن و در حقیقت یک جورایی ما رو در قرار بدن در مورد بحثایی رو بخوایم ادامه بدیم که این بحثا به نفع هیچکی تو جامعه نیست در این ویدیو این آقایی که میبینید دوست عزیز حزب به خانم داره میگه که آره شما چرا مثلا اگه حجاب و اینا بحثای یه کلیپ این چنینی نیست حجاب مثلا میخواید داشته باشید یا نداشته این خانما که مطرح میکنن اما حجاب این آقا این خانما رو در برابر اسلام قرار میده کلیپ رو با همدیگه داشته باشیم تا براتون بیشتر توضیح بدم نه آمه. سیاسی نمیشه <applause> اینجا این آقا به این خانم میگه که خب شما اگه مشکلی با هجاب ندارید هجابتون اینجا حاضرید وردارید یا نه و اون خانم میگه بله حاضرم این دختر خانم نمیبینم ما حاضری؟ من آره چرا؟ چون که به نظرم هجاب یه قید و بندیه و اینکه مثلا اینکه میگن شما ها هجاب داشته باشین چون مردا نگاه میکنن من اینو قبول ندارم نب... پس خدا تو قرآن گفته که خانم ها هجاب داشته باشن دلیل و برهانش بود خدا گفته که نه این... خب این خانم داره میگه که من نمیخوام هجاب داشته باشم داره بحثه سیاسی سی و مطر... یا بحثه اجتماعی رو مطرح میکنه حالا نفرت بعدی هم همین هستن و این آقا میگه خدا که حالا گفته تو قرآن چی میشه خب ببخشید یه چیزی رو مطرح میکنه که عملا ما رو بذاره یعنی همین کاری که با من امید دانا کردن در کودکی هی منم هی میرفتم جلو هی میگفتن خدا اگر گفته قرآن گفته خب ببخش این کارو بکنی نتیجهش اینه که ما جوونا بالا میشیم میریم اساس اسلام و قرآن رو میخونیم میشیم امید دانا به همین سادگی گله نکنید اینجا چون خیلی از دوستان حزب به من میگن که امید تو مثلا تو رو خدا با اسلام کار نداشته باش چطور شماها با اسلام کار دارید چطور شما ها میخواید دهان ما رو ببندید برای اینکه ما از حق آزادی های شهروندی خودمون از حقوق اولیه خودمون بخوایم دفاع بکنیم شما سریع اسلام و چماق میکنید تو سر ما میزنید حالا ادامش هم نگاهشون رو بنازن پایین ولی الان آقایین اینطوری نگات میکنن و تو هم باید خود تو تو گونی چون مرده دارن شما میگی من حاضرم بردارم اجابه من حاضرم بردارم چرا؟ چون که خب. دیگه عادت بعد اینجا دیگه میره بعد آخرش دوباره به همین دکتر خانم که میرسه خیلی جالبه اینم دوست داشتم ببینیم مشکل ما بیشتر از این حرفا مشکل بیشتره نمیشه کلا این مسئله رو گذاش کنار پدر من در اومده یعنی من سه ماه ازدواج کردم این داغون شدم من یه وام فقط میخواستم بگیرم کشته شدم زیر این دست این مسئولا که بخوام یه دونه وام بگیرم و مخالفی <applause> من مخالفی با خانم علی نژاد سکوت میکنم خب نظر من میگم که چون فرهنگ سازی نشده یه نوجوان مثل من الان من نمیدونم درست چیه غلط چیه دقیقا بر همین دوست دارم بیشتر تحقیق ببین این دختر میگه من نوجوانم نمیدونم درست غلط چیه حالا ببین آدم چی میگه کنم مطالعه چی... کنم به درست برسم همینم هم که پرسیدین گفتین در مورد این که پس خدا تو قرآن چی یه لحظه دلم نرسید گفتم آره راست میگن و خدا چی تو قرآن چی من که مسلمونم از دلم نرسید، گفتم گفتم تو چی چی من که خب <تصفح> خودتون دارید این کارو میکنید نوجوان حق داره منم تو سن این دختر بودم خب خیلی دوچاره مشکلات شده بودیم که آقا داستان چیست عقل من میگه که آقا جان من داره یک حقوق شهروندی ام ولی اینها برای من خدا و پیغمبر و قرآن رو رو میکنن اینجا فعلا این شما دوستان بچه از که به من میگید با اسلام کار نداشته باش خودتون میخواید اینجا وقتی شما یه همچین کلیپی میدید بیرون آیه قرآن هم رو میکنید میگید خدا گفته افرادی چون ما بلند میشیم میریم اساس قرآن و اسلام رو میخونیم دیگه کاری به کسی نداریم دیگه شروع میکنیم پیانبرت رو نقد میکنیم خدا رو نقد میکنیم قرآن رو نقد میکنیم این که دوستان میگن آقا با اسلام کار نداشته باش چون شماها اسلام هر ای کردید بابت این که افکار ارتجایی خودتونو در جامعه گسترش بدید اجتناب ناپذیر دوست عزیز مسلمان الله من که به من میگی با اسلام کار نداشته باش اجتناب نمی نمیتوان با اسلام کار نداشت چون میان برای ما آیه رو میکنن میره با یه دختر 17 18 ساله صحبت میکنه بیچاره میگه آره دلم لرزید گفتی خدا آن زمان است که شما این کارا رو میکنید ما مجبوری میگیم ببخشید این خدا و اینایی که شما بیان میکنید توی ادیان ابراهیمی این خداتون یه جوری مشکل روحی روانی داشته دیگه کدوم خدا چه کشکی اون وقت منو مجبور میکنی برم پی داستانه بگیرم بفهمم قرآن تا سلوان نوشته بفهمم که اساسا خود محمد چیکاره بوده اسلام چیکاره بوده ببینید من قبول دارم این بحثا نباید باز بشه اما وقتی که طرف مقابل میگن یک سوزن به خودت بزن یک جوال روز به دیگران وقتی که شما با حربه اسلامی میخواید عقاید ارتجایی خودتون های، که تمام بحث حجاب مال یهودیته که الان هم توی اسرائیل و تلاویر مطرح کردن که آقا باید سی زن و مردو جداشن و از این حرفت رو تو خیابون شما میاید با حربه اسلامی این کار رو میکنید از من امید امیدانه کسی انتظار نداشته باشه چون طرف چی گو, گو خدا پس چی میگه اون وقت من میگم خدا غلط کرده به همین سادگی احترام خودتون حفظ کنید وقتی تو کلیپ میسازی به دختر جوان ایرانی ما میگی که خدا پس چی میگه انتظار اینو داشته باش نگو دیگه امید توهین میکنه خواستید که توهین نمیکنیم چون تو خدا رو داری جلوی ما میذاری خدایی که معلومی سه هست نیست فلانه اگر خدا وجود داشته باشه که بعد بیاد خیلی جواب پس بده که مشکل روانی داشته که مثلا فقط رفته با یه تعداد یواشکی صحبت کرده که این همه جنگ به وجود بیاره یه ده بگم ما با خداییم یه ده بگم بی خدایی رو بکشن خدا اگر وجود داشته که خیلی باید پاسخگو باشه حالا اینکه خدا هست یا نیست بذاریم کنار سر مسئله حق آزادی بیان من سر مسئله حقوق شهروندی من خدا و پیغمبر و اسلام برای من رو کنی من میرم اصلش رو میخونم اینا ای بابا این کدوم اسلام چه کشکی چه پشمی چه قرآنی کدوم الله خودت باعث میشی که بعد ما میریم دیگه افرادی مثل پروفسور انصاری شجایدین شفاز ده ها کتاب در این حوزه است حتما کتاب های استاد بزرگ جناب معینزاده هوشنگ معینزاده رمان های قشنگی رو در این حوزه الانم یه کتاب دیگه شون تو دست نوشتن اعتقام اونم در مورد خداست کتاب های خیلی قوی داره می بنابراین من در رودست میخوام در راستای اقتدار ایران کار کنم ولی نمی‌توانم نبینم ببینید من نمیتوانم نبینم که شما میایید مسئله خدا و پیغمبر رو مطرح میکنید که به خواسته هاتون برسید اون وقتی که میگی خدا یعنی چی حالا این دختر جلو دوربینه تو نمیتونه چیز بگه من تو خارج از کشور زبان این دختر میشم میگم خدات بیخود کرد با خودت که دخالت میکنی تو هجاب و حقوق شهروندی من آزادی مدنه من این بحث زیاد جلو نمیبرم اینجا میبندم چون بحثیه که بسیار روشنه نه فقط اینو بگم دوستانی که مخاطب رو هستن به هیچ عنوان از بغل من نیان رد بشن کامنت بدن یا مسیج بدن یا لایو اینستاگرام من از این به بعد کسی میاد بگه آقا دانا خواهشن به اسلام کمتر توهین کن نه عزیزم یک سوزن به خودت بزن یک جوال روز به ما مگه من اومدم بگم زرد توشین میگه تو باید حتما این کار کنی توی ماه چهار روز مثلا گوش نخوری مگه ما اینو مجبورت کردیم ولی وقتی تو مجبور میکنی دختر ایرانی رو دختر ایرانی که دنبال حق آزادی های شهروندی خودشه تو مجبورش میکنی بعد با حربه خدا تو سرش میزنه میگی پس خدا چی گفت منتظر نقد ما باش اون تو ایران نمیتونه اون جله دوربین جمهوری اسلامی نمیتونه حرفشو بزنه ببین عزیزم من یه آدم آزاده که وسط الان پانکردام حرفمو میزنم جونم تو خطره وسط رضا بازا توی اروپا حرفمو میزنم جونم تو خطره اگر فکر کردی دشمنی من با این بخش از اپوزیسیون خائن یعنی حمایت از جمهوری کاملا اشتباه فکر کردی در مورد اسلام هم حرفمو میزنم این به همین سادگی است زمانی ما میتونیم بگیم آقا دیگه با اسلام تو کار نداریم که تو اسلامت نیاد فوزولی کنه تو زندگی ما ولی وقتی که تو میای با اسلام میگی خدا چی گفت دیگه ببخشید دیگه اون وقت میرم میخونم میگم چه کشکی چه پشمی در حال این بخش برنامه رو میبندم سباز گذارم که توجه کردید آیه قرآن هم گذاشتن که اینجوری بخوان دهن ما رو ببندن خب بخشی آیه قرآن اینجوری بذاری ببخشید روک بگم مچاله میکنیم میندازیم زباله زبال دان. حق آزادی شهروندی ما به ما تنها یه خدا داریم نامش ایرانه تموم شدارم. ایران ما توی زندگی خصوصی ما فضولی نمیکنه. آره انسان ها بیاشه. حیوانات بلدن که تو حوزه خصوصی چه جوری بخوان زندگی کنن شما نمیخواد تو حوزه خصوصی تک به تک مردم برید بگید چیکار کن در حال. مشاوره میتونید بدید ولی به زور دین و مذهب بخواید مردم رو محدود بکنید خب اجازه به ما میدید ما بریم دین و مذهبتون رو موشکافی کافی کنیم دیگه خودتون مقصرید فقط یه چیزی که برای من مهمه دیگه کسی به من نگه که آقا به اسلام چیزی بگو یا نگو هر, هر زمان لازم باشه من چیزی خواهم گفت به هر حال دمتون گرم ممنون